در ادامه مسدود شدن مکاتب در شماره از ولسوالی های ولایت غزنی بر اثر تهدید طالبان 20 مکتب دیگر در مربوطات شهر غزنی مسدود شدند. نمایندگان مردم میگویند طالبان به بسته کردن شماره از مکاتب هشدار دادند که مکاتب دیگر را نیز مسدود میکنند. والی غزنی و رئیس معارف این ولایت میگویند این یک تهدید بوده و عملا دروازه های مکاتب مسدود نمیگردد. محمد لا مومنزاده با تفصیلات بیشتر از غزنی. مسئولان شماره از مکاتب اطراف شهر غزنی و محاسن سفیدان میگویند طالبان 20 مکتب را بر روی دانش آموزان بسته کرده و شماره از مکاتب داخل شهر را هشدار دادند. به گفته آنها طالبان دلیل مسدود کردن مکاتب را جلوگیری از گشت و گذار موتورسایکل های بی پلیت از سوی نیروهای امنیتی عنوان میکنند. 20 مکتب ما که در حومه شهر غزنی قرار داره از طرف طلبا بند شده. خلاینا و مکتب خراباغی، مکتب خلاکی، مکتب ها را کلیشا بند کرده از خطیر جی که مقصد موتورسایکل ها آزاد باشه که ما تر برفتی ما چکی کردیم. مکتب های ما اختار داره که مکتب ها باید بند شو خو. مال مدام که امپایم واره با ولایت برسانی ولایت هم رایم چم کاری والی غزنی بر منع گشت و گذار موتورسایکل های بی پلیت در این ولایت تاکید کرده میگوید با وسیله موتورسایکل هایی که جواز قانونی ندارند ترور های مسلحانه افزایش یافته بود، اما رئیس معارف غزنی مسدود شدن مکاتب را تایید نمی کند و آن را یک تهدید موقتی از سوی مخالفان دولت می داند. و همچون موتورسایکل هایی که توسط او مردم کشته شوه مجوز قانونی نداره و خاص و خاص به خاطر قتل مردم فرستاده شده باشن و ما به اونا اجازه نمیدیم. په دغه مصطلحاتو کې سره غلط شوی یو یو داده چې د بندېدو تهدید شوی ده، یو داده چې نه وچ کلکه بند کړی دي. تر اوسه پورې مسله د تهدید مست. هرچند مسئولان دولتی این معضله را تهدیدهای موقتی می‌دانند، اما شهروندان غزنی بیم از این دارند که اگر این تهدیدها به درازا بکشد سرنوشت اولادهایشان چه خواهد شد. توجه کنید به یک خبری که همین حالا به دسترس ما قرار گرفت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آلمان قبل از نشست شیکاگو امضا خواهد شد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی در دیدار با نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان موافقه کرده است تا این سند همکاری های دراز مدت میان افغانستان و آلمان قبل از نشست شیکاگو امضا شود. در عین حال نماینده آلمان برای افغانستان و پاکستان گفته است که کشورش پس از سال 2004 نیز به طور دوامدار در کنار افغانستان باقی خواهد ماند. بارش سنگین باران در 24 ساعت گذشته در سه ولسوالی ولایت بلخ باعث کشته شدن دست کم 17 تن شده و خسارات زیاد مالی را به بار آورده است. دکتر محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ به تلویزیون آریانا گفته است 50 باب دکان در بازار ولسوالی آق اکوپرک و بیش از 300 واحد مسکونی دیگر در ولسوالی کشنده کاملا تخریب شده است. مسئولان گفتند چندین تن دیگر ناپدید اند و سیلاب بسیاری از راه مواصلاتی و مزارع گندم را تخریب کرده است. در راه‌ها روند امداد رسانی را ناممکن ساخته و برای حل این مشکل هیئت به منطقه اعزام شدند. آمار تلفات و زخمی‌های ناشی از سرازیر شدن سیلاب در بغلان به 26 تن افزایش یافته است. اسدالله شیرزاد قمندان امنی ولایت بغلان میگوید آمار هلاک شده های این سیلاب به 17 تن و زخمی های آن به 6 تن رسیده است. این سیلاب ها روز گذشته در چندین منطقه ولایت بغلان جاری شده که تنها در ولسوالی های دهنه غوری و برکه تلفات بر جا گذاشته است. در همین حال فضل احمد دانشجو قمندان امنی ولسوالی چاهاب تخار میگوید سیلاب در این ولسوالی نیز صدها منزل مسکونی و ده ها جریب زمین زراعتی و باغ‌های میوه را تخریب کرده است. همچنان این رویداد طبیعی راه‌های مواصلاتی برخی از مناطق در ولسوالی فرخار و نمکآب را نیز مسدود کرده است. در ولسوالی امام صاحب کندز نیز ده‌ها منزل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی نیز در نتیجه سیلاب تخریب شده است. کار ساخت یک مدرسه دینی در منطقه قرعه دریای شهر شبرهان در شمال افغانستان توسط بنیاد بیات تکمیل گردید. این مدرسه که بنابر تقاضای بازرگان محل صورت گرفته بود اخیراً به بهره برداری سپرده شد. انجینیر احسان الله بیات رئیس بنیاد بیات که به این منطقه سفر داشت در گفتگو با مردم محل از هر نوع کمک این بنیاد برای حل مشکلات محیطی آنان اطمینان داده است. مسئولان بنیاد بیات زمستان سال پار با یک محموله از مواد غذایی، لباس زمستانی و البسه به قره دریای شهر شبرغان سفر نمودند. هنگام توزیع مواد کمکی برای مردم، بزرگان این منطقه از آقای بیات خواستند تا در اعمار یک مکان مناسب برای آموزش مسائل دینی برای کودکان آنان را یاری رساند.
اجر شما را از خداوند تبارک تعالی کلیان اجر بسیار قابل تشکر و قابل تشکر میبینیم. دعا بکنیم. دعای شما را کار دارم. آقای بیات به این خواست مردم قرادریا پاسخ مثبت داد. به حال نزدیک به 2 ماه می شود که این مکان ساخته شده و آمادگی بهره برداری است. سناتور انجینیر احسان الله بیات که با جمعی از بزرگان منطقه در همین مکان نشسته بود گفت حالا دیگر می توانند کودکان محل در این مدرسه با خاطر آرام به فراگیری مسائل دینی بپردازند. من امروز این مدرسه در زای کوچک اما در منا بزرگ را به اشتراک شما با امید افتتاح می نمایم که سر از فردا دختران و پسران خردسال محله پای ملای مامان و مدرسین محترم مدرسه نشسته و کسب تعلیمات دینی بپردازند. با اعمار این مکان در جنب مسجد جامع منطقه قرادریا زمینه آموزش مسائل دینی برای تمام کودکان محل فراهم شده است. این مدرسه دینی در حال اسوی بنیاد بیاد در شهر شبرغان اعمار می‌گردد که سنگ بنای یک مکتب نیز برای 600 دانش آموز دختر و پسر این منطقه نیز پیش از این اسوی این نهاد با حضور مقام‌های محلی گذاشته شده بود و قرار است تا 3 ماه دیگر کار آن تکمیل گردد. و خبر اخیر از کشور این که در یک درگیری در ولایت فرادو پلیس و 3 طالب مسلح کشته شدند. عبدالرؤف احمدی سخنگوی پلیس از زون غرب افغانستان میگوید این درگیری شام شنبه پس از آن شروع شد که طالبان مسلح یک کاروان اکمالاتی را مورد حمله قرار دادند. و گفته ی آقای احمدی در این درگیری 2 پلیس و 3 طالب کشته شدند و 3 تانکر حریق شده است. سخنگوی طالبان در تماس با رسانه ها مدعی شده است که در این درگیری 4 پلیس را کشتند و 8 تانکر را حریق کردند. خبرهای جهان لحظات بعد تقدیمتان می شود. با آریانا باشید. مسئولان اداره خدمات بندر حیرتان در شمال افغانستان اختلاس میلیون ها افغانی در این اداره را رد کرده و آن را توطئه بیش نمی دانند. اخیراً هیئت از لوی سارن والی افغانستان که به حیرتان آمده بودند امر توقیف 4 کارمند این اداره را به اتهام اختلاس میلیون ها افغانی صادر نمود، اما حالا این کارمندان با ضمانت رها شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش. محمد یعقوب زازای رئیس اداره خدمات بندری حیرتان هشدار می‌دهد که اگر لوی سارن ولی افغانستان جلوی مداخلات بی مورد خود در امور این اداره را نگیرد از سمتش استعفا خواهد داد. اخیراً یک هیئت از لوی سارن ولی افغانستان در سفر به حیرتان اداره خدمات بندری این گذرگاه را به اختلاس میلیون‌ها افغانی متهم کرده و امر توقیف 4 کارمند این اداره را صادر نمود. اما رئیس اداره خدمات بندری حیرتان این توقیف‌ها را خلاف قانون می‌داند و آن را کار کسانی می‌خواند که طرفدار شفافیت و مدیریت سالم در ادارات دولتی افغانستان نیستند. آقای زازایی هر نوع اختلاس و فساد مالی در این اداره را به طور جدی رد می‌کند. بسی کسایی که به خدمات ارزی خدمات علاقه ندارند، بسی کسایی که به تسهیلاتی که در مقابل تاجرا امروز یک سیستم جور شده اینا میره می‌خواد که شاید سابوتاژ بکنند دیگه. من فکر نمی‌کنم چیز دیگه باشه تا جایی که در چوکات کار. این مسئول دولتی در حیرتان هشدار داد که اگر جلوی چنین مداخلات در امور کاری آنها گرفته نشود از سمتش استعفا خواهد داد. بسیار نگران کنند است. ما خودم شاید استعفا بدم اگر به این شکل باشه. خواستیم در این مورد نظر مسئولان لوی سارن والی را نیز داشته باشیم که موفق به گرفتن آن نشدیم. اداره خدمات بندری حیرتان در سال 1362 خورشیدی توسط دولت افغانستان با همکاری شوروی وقت ایجاد گردید که در آن زمان 40% شوروی وقت و 60% دولت افغانستان در عایدات این بندر سهم مشترک داشتند. ولی بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان تمامی مسئولیت این بندر به دولت افغانستان سپرده شد. این اداره سالانه صدها میلیون افغانی به خزانه دولت مرکزی عاید می کند. رقابت میان محصلان 8 ولایت در کابل بر سر انتقال پول از طریق موبایل آغاز شد. به گفته این مسئولان در این رقابت محصلان از 33 پوهنتون خصوصی و دولتی شرکت کردند و در پایان برای 8 برنده 250,000 افغانی جایزه داده خواهد شد. این مسابقات در حال برگزار شده که سیستم انتقال پول از طریق موبایل به تازگی در کشور راه اندازی شده است. در مراسمی که به این منظور روز یکشنبه در جمنازیم پوهنتونی آمریکایی کابل راه اندازی شده بود، محصلان و استادان و نمایندگان شرکت افغان بیسیم و دیگر شرکت های مخابراتی شرکت داشتند. مسئولان میگویند رقابت های انتقال و دریافت پول از طریق موبایل که از طرف اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا حمایت می شود تا 7 جون سال جاری ادامه خواهد داشت.
Of course, also from Appenweiler's, being the first in his country. مهمتر از همه این است که این دستاورد شرکت های بی سیم است. این سیستم می تواند در فراهم آوری سهولت برای ارسال و اخذ پول از طریق موبایل مؤثر باشد. هرگاه موبایل شما سرقت شود، سارق پول آن را به دست آوردن نمی تواند. همچنان از این طریق از خبرها و رویدادهای روز آگاه می شوید. پس باید گفت این برنامه افغانستان را به قرن 21 داخل می کند. This is a challenge. This is a contest. I want you win it. این یک رقابت است. من می خواهم که شما برنده باشید. من می خواهم که این انستیتوت در هر نوع رقابت ها برنده باشند. ما با این پروژه خیلی خرسند هستیم. ما در این مورد با تمام شرکت های بی سی ملاقات هایی داشتیم. خرسندیم که در این برنامه هم آنها سهم گرفتند. از سوی هم شرکت کنندگان این رقابت ها انتقال پول از طریق موبایل را نیاز مبرم خوانده می گویند این سیستم می تواند در رشد اقتصاد مردم نقش داشته باشد. برای مردم این کار خیلی راحت تر میکنه که بدون داشتن بینک اکاونت مردم پرداخت کنند پول خود. و این خیلی خوبه که وارد کشور ما شده. افغانستان همیشه کشوری بوده که از تکنولوژی دور بوده و این باعث این سیستم بسیار عالی است به نظر من که میتونه به افغانستان واقعا کمک کنه. در افغانستان در کشور مثل ما که هیچگاه قادر به این بوده که از چنین سیستم استفاده کنه یک تغییر مثبت خواهد آورد. موبایل یواز اوس د خبرو اترو کولو یا وسیله موبایل امروز فقط یک وسیله گفت و شنود به حساب نمی آید، بلکه حالا می توانیم از تلفنی همراه خیش من حیث وسیله انتقال و دریافت پول استفاده بکنیم و این یک پیشرفت مهم در عرصه تکنولوژی نوین برای افغانستان شمرده می شود. پیسه خپل دوستانو ته ولیگه او یا هم تر لاسه کړئ. اسماعیل یاباسین، آریانا تلویزیون، د امریکای پوهنتون، کابل. بعد اون بالا بقیه خبرها، رویدادهای ورزشی هم لحظات بعد. این بود خبرها که تقدیمتان شد. از همراهیتان سپاس میکنم.